درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین از جبهه مقاومت رجز و بلوف رو که بگیری تنها چند تکه آهن به نام موشک و پهباد میمونه و بخشی از همون هم در زمین خودی فرود میاد و نهایتاً به درد زدن منازل مسکونی در اوکراین میخوره این همه از نابودی اسرائیل و زدن تلاویو گفتن و زمان عمل که رسید یکی یکی در رفتن و صبر انقلابی پیشه کردن مشتی بزدل که به نام رهبران مقاومت در لوکسترین منازل در تهران و قطر نشستند و این همه جوان رو به کام مرگ فرستادن یک هفته فیلم درست کرده بودن از حسن نصرالله که به سمت چپ با اشوه نگاه می کرد. بعد برای سمت راست چشماش رو خمار می کرد. آخر هم انگشت چرب و آخوندیش رو روی یک نقطه میذاشت که تا جمعه سب کنید جبهه دوم جنگ باز خواهد شد وقتش که شد حسن آمد و گفت از دولتهای عربی و اسلامی میخواهیم که تمام تلاششون رو برای جلوگیری از جنگ انجام بدن یعنی تور قدس این برادر هم نیامده کنسل شد این در حالیه که ما منتظر بودیم اسرائیل مراکز سپاه رو بمباران کنه نصرالله در عرض نیم ساعت جمهوری اسلامی رو در جهان عرب با خاک یکسان کرد توفان لقصا دیگه بازه تر رو گه. ما اصل حتی انم نمیدونستیمت خبرم نداشتیم که ما مثل همه دنیا ما شنبه فهمیدیم این سخنرانی نصرالله بیشتر از یک رهبر نظامی شبیه آخوندی بود که رو منبر رفته اما سه نکته داشت انکار اطلاع حزب الله از حمله 7 اکتبر و اینکه احتمال تشدید حملات گروه های مقاومت و آخرین مورد هم اینکه حزب الله در شرایط فعلی شروع کننده جنگ تمام ایار نخواهد بود حسن نصرالله ثابت کرد که در نرمش قهرمانانه شاگرد ممتاز خامنه ای مفعوله ترسو مالکش و پرسر و صدا مثل تبل تو خالی حماس رو گردن نگرفت میگه پیروزی حماس پیروزی ایران و حزب الله و غیره نیست پیروزی فلسطینه او یک ساعت به اسرائیل فوش داد و آخرش جیغ زد و گفت به لطف یزدان و بچه ها حماس برنده میشه نصرالله گفت بعضی ها میخوان ما وارد جنگ تمام ایار بشیم اما تمام ایار ما همینیه که میبینید ما این بالا سرشون رو گرم میکنیم شما در غزه خوب بجنگید ببینید دوستان آخوندی که جرأت جنگیدن نداره سربازی برای دفاع نداره پول نداره سلاح پیشرفته نداره دوست در منطقه نداره جز ار, ار کردن هیچی نداره در واکنش به حمله هم خواهد گفت که خودعه کردم مستقیما مسئولیت دارد در این جنگ غزه و ویرانی علیه ملت غزه و اسرائیل فقط بازوی آمریکایی این در حالیه در بدنه رژیم منتظر و آماده مدیریت یک حمله هستند هسته سخت این نظام هم به نظر من آخرین تلاشش رو کرد تا اسرائیل رو در همین حد یا حتی مقدار بیشتر متوقف کنه و به هر طریقی مانع رسیدن آتش به مرزهاش بشه اما موفق نمیشه و احتمالا پلن بی رو اجرا خواهد کرد یعنی به بهانه حمله آمریکا نه اسرائیل تأسیسات اتمی رو که تبدیل به اره نیمه رفته شده رو تعطیل میکنه و چندین نقطه و افراد درد سرساز رو با شبیهسازی حمله آمریکا خودشون خواهند زد و و سراغ جمهوری دوم میرن برای همین بود که خامنه این ناگهان از سوراخش خارج شد و واق, واق, کرد اونم به سمت آمریکا نه اسرائیل یا آمی آمی آس اینکه یک عملیات پیش دستانه انجام بدهد حتما یک بزرگی مرتکب خواهی شد در کل این تاریخ وجودت و در همین رابطه باید بدونیم که لبنان تلایی ترین و گران قیمت ترین برگ رژیم و جز در لحظه مرگ جمهوری اسلامی از اون استفاده نمی کنن. یعنی زمانی که حیات خودش رو در این درگیری ها پایان پذیر ببینه اون وقته که حسن فعال میشه الان وضعیت لبنان و جمهوری اسلامی برابره این در حالیه که جمهوری اسلامی تا به سلاح اتمی نرسه قصد جنگ نداره از این لحظه به بعد اما وارد فاز اصلی میشیم و حسن نصرالله و منطقه وارد درگیری ها برای یک هدف یعنی پایان جمهوری اسلامی در ایران و گسترده شدن قلمرو اسرائیل و امنیت ثبات سیاسی منطقه برای پنج دهه نیتانیاهو در همین رابطه در پیامی خطاب به نصرالله گفت که یک اشتباه به قیمتی تمام میشه که حتی تصورش رو هم نمی وی همچنین تصریح کرد که بدون روبود شدگان آتش بس وجود نداره و اینجاست که باید اون جمله آخر مایک پومپو زمانی که از ای به وزارت خارجه آمد و در جمع ایرانی آمریکایی کالیفرنیا گفت و به خاطر بیارید من فکر میکنم که این پروژه از اون زمان کلید خورد اما هنوز نمیدونم که چرا ترامپ پروژه رو تمام نکرد آیا زمان بندی این بود و یا مشکلاتی پیش اومد او گفت پنج دهه ایران شاهنشاهی در امنیت و ثبات کامل به دور از هر نوع تنشی بدون تحریم با آزاد شدن تمام پتانسیل یعنی پرتاب به 150 سال بعد این در حالیه که در سیستم های ایدئولوژیک همیشه اسامی، ترها و سیاست ها روکشی برای لایه های دیگه مثل طرح سیانت از فضای مجازی که در واقع سیانت از ارزش های رژیم بود و این عملیات خشن هم یک برد تاکتیکی بود در ظاهر و در باطن به هم زدن عادی سازی با عربستان و, و البته پاس گل استراتژیک برای اسرائیل بود این برد از تاکتیکی راهبردی تر و ماندگارتره اما چون نمیتونن مقامات رسمی بگن که میخواستیم عادیسازی روابط رو برهم بزنیم میگن در هم شکستن حیمنه و هیبت و پرستیج و گفتن همین یعنی اعتراف تلویحی به حیمنه اسرائیل چون اگر نبود شکستی هم نبود و به شهادت رئیس اف بی آی در کنگره درباره تلاش رژیم ایران برای کشتن مقامهای آمریکایی در خاک آمریکا و ارسال پیشرفته ترین سامانه های دفاع موشکی به خلیج فارس و تخصیص میلیاردها دلار بودجه برای کمک به اسرائیل و غیره این موارد نشانه اینه که آمریکا برای جنگ قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی بسترسازی میکنه شاید الان عجیب به نظرتون بیاد و با خودتون بگید چرا وقتی که مقام های جمهوری اسلامی نشانه برای ورود به جنگ نشان نمیدن آمریکا باید برای چنین نبردی مهیا بشه این درسته که جمهوری اسلامی هیچ تمایلی برای ورود به این نبرد نشان نمیده اما دلایلی موجوده که نشان میده جمهوری اسلامی احتمالا در نهایت در سطحی نچندان اندک به این نبرد ورود میکنه چون خامنه ای میدونه که اسرائیل پس از حذف حماس از لای دیگه این جنایت رو رها نمیکنه و در فرصتی مناسب سراغ حوثی ها و حزب الله لبنان هم خواهد رفت رفع دائمی خطر وقوع نبرد از غزه قدرتی به اسرائیل میده که دیگه ورود به هیچ نبردی براش دلهور آور نیست و جبهه موسوم به مقاومت هم میدونه که از دست رفتن غزه به نابودی دیگر از لای جبهه ترور در خاورمیانه منجر میشه از این رو اگر اسرائیل نشون بده که اراده و توان از بین بردن حماس رو داره از لای دیگه نیز به این نبرد ورود خواهند کرد اگر امروز از مشاوران خامنه ای در سپاه بپرسید که نظرشون درباره نبرد مستقیم با اسرائیل چیه احتمالا پاسخ همشون اینه یا حالا یا هیچ وقت چون هر روز که میگذره این نبرد خانمانسوز اجتناب ناپذیرتر میشه مگر آنکه دشمنان اسرائیل بپذیرند مرگ حماس رو و ازمهلال جبهه مقاومت رو و رویای نابودی اسرائیل رو برای همیشه به زبالدان تاریخ بریزن که خب با شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم این غیر ممکنه واسه همین بود که جمهوری اسلامی حسن نصرالله رو شیر کرد که جبهه مقاومت عراق و های یمن و الله لبنان رو بفرست قزه برای جلوگیری از حماس ولی به حضور آمریکا در منطقه فکر نکرده بود حمله احتمالی آمریکا همزمان میتونه هر معادله‌ای رو خراب کنه و کار حماس دیگه تمومه و در واقع حزب آخرین تیر ترکش جمهوری اسلامیه اگر حزب رو وارد نبرد کنه یعنی باور کرده که به آخر کارش رسیده و آماده خوندن ازل خداحافظی شه ببینید دوستان طی دو روز گذشته پشت درهای بسته کلی ترافیک بوده بن سلمان پنتاگون بوده امیر عبداللهیان در قطر و مصر و امارات و اردن با بایدن صحبت کرده و کلی مسائل دیگه حالا به این تصویر دقت کنید تو تاریخ شاید بنویسن که جنگ جهانی سوم رو نه آمریکا نه روسیه نه اسرائیل و نه ایران هیچ کدوم شروع نکردن بلکه یمن شروع کرد بس که تمام موشکاشون رو زدن تو در و دیوار کشورهای بیرفت حالا اگر میپرسید که چرا در این تصویر اینا لوپاشون رو اینجوری کردن باید بدونین که یه مخدری دارن به اسم قات و میذارن گوشه لپشون و دهنشونو پر ناس میکنن و نعشه میشن و موشک ول میکنن حالا به هر جا خورد قات از سال 1973 توسط سازمان جهانی بهداشت نوعی ماده مخدر محسوب شده و در بیشتر مناطق کشور اتیوپی به طور وسیع کشت میشه برگ گیاه قات تا یک هفته در یخچال قابل نگهداریه و معمولا به صورت تازه مصرف میشه معتادان به قاط برگ های این گیاه رو درون دهان میذارن و اصاره اون رو به طور تدریجی میمکن یعنی همان کوکائین مناطق محروم حالا برگردیم به موضوع اصلی ویدئو عربستان و اردن به اسرائیل اجازه دادن که در صورت لزوم از حریم هوایی این دو کشور جهت حمله به های یمن استفاده کنه این در حالیه که والستری جورنال تایید کرده بود که واگنر های روس و رژیم اسد توافق کردن که سامانی دفاع ضد هوایی اس 1 ساخت روسیه رو در اختیار حزب الله لبنان قرار بدن پوتین وارد بازی خطرناکی شده نوچه یعنی جمهوری اسلامی سوریه و حزب الله رو هم با خودش وارد کرده روزهای حساسی پیش روی خاورمیانه است و از اون طرف نشریه پالیتیکو به نقل از دو مقام ارشد آمریکا نوشته که دولت بایدن بر این باوره که نتانیاهو دیگه فرصت زیادی برای حضور در قدرت نداره و انتظار کاخ سفید که او احتمالاً چند ماه یا حداقل تا پایان مرحله اول جنگ غزه دووم بیاره دستیاران جو بایدن همکنون با نخست وزیران سابق گفتگو کنند پالیتیکو به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی نوشته که بایدن تا اونجا پیش رفته که به نتانیاهو پیشنهاد داده که در مورد درسهایی که باید با جانشین غیرقابل اجتناب خودش در میان بذاره فکر کنه و جالبه بدونید که نتانیاهو در پاسخ میگه اساس موجودیت ملت هزار ساله اسرائیل مبارزه دائمی برای زندگی و آزادی ماست این جنگ بین فرزندان نور و فرزندان تاریکیه ما تا زمانی که نور بر تاریکی غلبه نکنه از مأموریت خودمون دست نمیکشیم خیر شر شدیدی رو که ما و کل جهان رو تهدید میکنه شکست خواهد داد و اینکه منابع آگاه اطلاع دادن که اسماعیل هنیه با هواپیمای شخصیش به تهران سفر کرده تروریست مقر خودش رو میشناسه این منابع آگاه در ادامه افشگریشون میگن که سخنرانی حسن نصرالله از لبنان نبود باور نکنید حسن نصرالله بیش از یک ساله که در شمال تهران و در مناطقی حد فاصل پارک جمشیدیه و پارک جنگلی سهانک زندگی میکنه سخنرانی های حسن نصرالله نیز از زیرزمینی در محل اسکان وی در شمال تهران تهیه و پخش میشه و جان کلام این که حسن نصر الله و جمهوری اسلامی فعلا این موش و گربه رو ادامه میدن و منتظرن که فرجی حاصل بشه اما احتمال زیاد و ناچارن همان گونه که پیش بینی ها شده سرانجام جنگ اسرائیل با حزب الله و جمهوری اسلامی تقریبا همزمان اتفاق خواهد افتاد و آیا میدونید که بزرگترین وحشت جهان از ارتش اسرائیل بابت اف 351 که در نیروی هوایی داره که رادار گریزن و چنان سرعت بالا و قدرت انهدامی دارن که پدافندای دشمنانشون نخواهند تونست به موقع پاسخگوشون باشن و آیا میدونید بزرگترین درد چیه؟ اینکه آریامر پیش از تمام کشورها حتی پیش از اسرائیل ایران رو به F14 تجهیز کرده بود و از آن به بعد هم هر نسل جدید این جنگنده پیش از هر کشوری در جهان قرار بود به ایران تحویل بشه آن هم به چه کسانی داده میشد به افرادی مثل ژنرال جهانبانی ها یعنی تف بر شورش پنج و هفت که ایرانی که میتونست ارباب بزرگ منطقه باشه رو به زانو در آورد حالا آیا به یاد دارید که ابراهیم یزدی و آن بازرگان چطور شاه رو بابت این تجهیزات تمسخر میکردن؟ سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید دوستان گرامی این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره لطفا محبتتون رو از ما دریغ نکنید فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد روز و روزگارتون خوش جاوید شاه تا ابد